سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از اخباری که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفت. برای دریافت بهترین خبرهای روز از افغانستان و جهان بیننده کانال خودتان رنگارنگ باشید، به کانال خودتان را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار بدهید. محمد یوسف غزنفر نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجارت و کاهش فقر بر اثر بیماری کرونا درگذشت. این در حالی است که وزارت صحت عامه میگوید که تلاش ها برای رفع نیازهای بیماران کرونایی را تسریع بخشیده و در پی گیری موارد فساد در بودجه کرونا نیز متحد است. به گفته مسئولان در این وزارت، قرار است 3 شفاخانه مبارزه با کرونا در کابل با سیستم تولید کننده مرکزی اکسیژن مجهز شود که در نتیجه آن برای 400 بستر این شفاخانه ها به گونه شبانه روزی اکسیژن تهیه شده و 400 بالون اکسیژن نیز به سایر شفاخانه ها فرستاده خواهد شد. این وزارت همچنان بر رفع نیازهای بیماران تاکید کرده و میگوید که 170 تن دوا و مواد طبیعی مورد نیاز بیماران را به 34 ولایت فرستاده است تا فشار خرید دوا و را از دوش بیماران کرونایی بردارد. به این همه فساد در بودجه کرونا هنوز پیرامون مبارزه با این ویروس مطرح است. مسئولان در وزارت صحت با تایید برخی از موارد فساد در روند مبارزه با کرونا به مردم تعهد می‌دهند که در همکاری با لوی سارانوالی با این موارد برخورد جدی خواهند کرد. همزمان با این تعهدات ارگ دستور 7 ماده‌ای را در مورد بازرسی شکایت‌ها و گزارش‌های مربوط به چگونگی مصرف منابع مبارزه با کرونا صادر کرده و خواهان شفافیت در این مورد شده است. در حالی که شکایت ها از کمبود اکسیژن و دوا برای رفع نیازهای بیماران کرونایی افزایش یافته، وزارت صحت به مردم تعهد می دهد که به این نیاز و سایر نیازهای شفاخانه ها مبارزه با کرونا رسیدگی می کند. احمد جواد عثمانی، سرپرست نامزد وزیر صحت عامه، روز سشن به دهم سرطان در نشست خبری تایید کرد که شرکت های تولیدی اکسیژن در کشور با مشکلات تامین برق و کمبود بالون ها روبرو بوده اند. و این موارد سبب شده که روند دسترسی بیماران به اکسیژن کافی در روزهای اخیر پیچیده تر شود. وی افزود که مشکلات تامین برق فابریکه های تولید اکسیژن به همکاری شرکت برشنا رفع شده و این وزارت تلاش ها برای فراهم کردن فوری بالون های اکسیژن فابریکه های تولید را نیز آغاز کرده است. به گفته سرپرست وزارت صحت عامه، افزایش بالون‌های اکسیژن برای فابریکه‌های تولیدی و نظارت ریاست امنیت ملی از تامین اکسیژن شفاخانه‌های مبارزه با کرونا به رفع نیازهای بیماران کووید-19 در جریان یک شبانه روز اخیر منجر شده است. آقای عثمانی گفت که وزارت صحت عامه فی بالون اکسیژن را به نرخ 600 افغانی با 6 شرکت تولیدی قرارداد کرده است که با توجه به پرداختن نرخ بیشتر توسعه برخی از شهروندان و نبود نظارت کافی، نیاز شفاخانه های مبارزه با کرونا را تامین نمی شود. به این حال وی تصریح کرد که پس از نظارت کارمندان امنیت ملی از شرکت های تولید اکسیژن، گرفتن تعهد از این شرکت ها و یافتن اطمینان از تامین نیازهای شفاخانه های کرونایی، این چالش در شرایط کنونی رفع شده است. سرپرست وزارت صحت عامه همچنان افزوده است که در جریان 3 روز اخیر از میزان بالون های اکسیژن در فابریکه های تولیدی کاسته شده، زیرا به باور وی شهروندان برخی از بالون ها را بنابر نگرانی ها به سکتور خصوصی انتقال داده اند. به این سبب شد که شرکت های تولید اکسیژن نتوانند نیاز موجود در شفاخانه های افغان جاپان و علی جناح را رفع کنند. با این همه وی تصریح کرده که وزارت دفاع ملی به تازگی 200 بالون خالی اکسیژن را در اختیار وزارت صحت عامه قرار داده و این بالون ها به شرکت های تولید اکسیژن سپرده شده اند. همزمان با این وزارت صحت عامه میگوید که یونیسف نیز 50 دستگاه تولید اکسیژن کمک کرده که توانسته نیازهای موجود را در کوتاه مدت برطرف سازد. احمد جواد عثمانی همزمان با این موارد افزوده که وزارت صحت عامه به تازگی حکم خریداری 1000 بالون اکسیژن را صادر کرده و دستور داده که به این نیاز هرچه زودتر رسیدگی شود. وزارت صحت عامه همچنان میگوید که برای حل کوتاه مدت نیازها 500 دستگاه کوچک تولید اکسیژن که هر کدام برای یک بیمار استفاده می شود را از چین وارد می کند. سرپرست این وزارت هرچند گفت که وزارت صحت عامه به دستگاه 10 لیتری نیاز داشته، که اما تصریح کرده که دستگاه های 8 لیتری در بازارها موجود بوده و این وزارت دستور وارد کردن فوری آن و ارسال به ولسوالی های مختلف را صادر کرده است.
این در حالی است که به گفته مسئولان و گفتگوها برای حل این معضل با ایران و پاکستان نیز ادامه یافته است. سرپرست وزارت ستامه اما تصریح کرده که برای حل عمومی این چالش با وزارت امور خارجه کشور و سفارت‌های افغانستان در ایران، ترکیه و چین تماس برقرار کردند تا یک سیستم تولید کننده مرکز اکسیژن را تدارک ببینند. به گفته وی این سیستم می‌تواند برای چندین سال شفاخانه‌های افغان ژاپن و علی جناح و شیخ زاید در کابل را پوشش دهد. و اکسیژن 400 بستر را به گونه مداوم برای یک شبانه روز فراهم سازد. آقای عثمانی گفت که علاوه بر رفع نیازهای سرشفخانه عمده مبارزه با کرونا در پایتخت، این سیستم می تواند 400 بالون اکسیژن را در جریان یک روز برای سایر شفخانه ها کشور نیز تامین کند. به نقل از سرپرست وزارت صحت عامه، اسناد خرید این سیستم آماده و به اداره تدارکات ملی فرستاده شده تا هر چه زودتر برای نصب آماده شوند. سرپرست وزارت صحت عامه همزمان با این گفتگو که در جریان سفرهای ولایتیش دریافته که برخی از ولایت‌ها از جمله هلمند و زابل دستگاه تولید اکسیژن ندارد و اکسیژن شفخانه‌ها در این ولایت از دیگر ولایت‌ها هم جوار تأمین می‌شود، با این همه وی تصریح کرده که این وزارت ناگزیر است در شرایط کنونی از گزینه‌های مختلف از جمله ارسال محموله‌های اکسیژن از پایتخت به سایر ولایت‌ها استفاده کنند. در کنار چالش کمبود اکسیژن در شفاخانه های و وزارت صحت عامه می گوید که برای رفع نیازهای دوایی بیماران نیز تلاش را روی دست گرفته است. تا احمد جواد عثمانی گفت که در جریان آغاز کارش با ریاست صحت عامه در 34 ولایت تماس گرفته و همه خواسته های دوایی و تجهیزات آنان را فهرست کرده است. و افزوده که پس از بررسی های وزارت صحت عامه 170 تن دوا و مواد طبی را از گدام های مرکزی صحت عامه و به سمت 34 ولایت بارگیری کرده که تا کنون روند ارسال این مواد به 16 ولایت تکمیل شده است. و به 18 ولایت دیگر تا حال کامل شدن است. به گفته آقای عثمانی این روند به 21 شفخانه کابل نیز ادامه یافته، اما همزمان با آن وزارت صحت عامه تلاش کرده که نیازهای دوایی شفخانه های افغان ژاپن و علی جناح را در حال حاضر از بودجه ولایتی کابل تدارک ببینند. همزمان با این محمد یعقوب حیدری والی کابل افزوده که علاوه بر نمایندگان شفخانه های وزارت صحت عامه و رسانه ها و جامعه مدنی نیز می توانند از روند خریداری دوا برای دو شفخانه مبارزه با کرونا در کابل نظارت کنند تا شفافیت روند تضمین شود. سرپرست وزارت صحت عامه در ادامه تصریح کرد که در جریان سفر هفته گذشته به ننگرهار، لغمان، هرات، قندهار، زابل و هلمند از روند مبارزه با کرونا نظارت کرده است. احمد جواد عثمانی افزوده که در این جریان با 100 بیمار کرونا دیده و مشکلاتشان را فهرست کرده است. به گفته وی قندهار، زابل و هلمند به ترتیب با مشکلات جدی روبرو بودند. و به این وزارت دریافته که از دو دستگاه تنفس مصنوعی فرستاده شده به قندهار که دو ماه پیش فرستاده شده بود استفاده نشده است و وی گفته که این وزارت تلاشهایش را برای فعال کردن هر چه زودتر این دستگاه ها آغاز کرده است. این در حالی است که سخنگوی وزارت صحت عامه بیشتر به روزنامه 8 صبح گفته بود که این دستگاه به دلیل نبود افراد ماهر بلا استفاده مانده است. در همین حال سرپرست وزارت صحت عامه تصریح کرده که شفخانه های عینومینا، قندهار و شفخانه ولایتی زابل با مشکلات جدی روبرو بوده که به گفته آقای عثمانی از 250 بستر شفخانه عینومینا تنها 50 بستر آن به بیماران کرونا اختصاص یافته است. به گفته وی شفخانه زابل نیز تخریب شده که نیاز به احیای دوباره دارد و وزارت صحت عامه روی اکمالات برای آن کار می کند. سرپرست وزارت صحت عامه در ادامه این نشست گفت که برای پوشش بهتر آزمایش های رهنمود تشخیصی را به همه شفخانه ها در سراسر کشور فرستاده است. قرار است شفخانه های دولتی و خصوصی برای تشخیص بیماران کرونا از همین یک رهنمود استفاده کنند. در همین رهنمود توضیح شده که کارمندان در صورت دسترسی به ماشین PCR یا عدم دسترسی بر اساس کدام معیار رهایی بیماران کووید 19 را تشخیص دهد. وزارت صحت عامه همچنان تایید می کند که ماش ماه های ثور و جوزا 2380 کارمند از 490 کارمند سی شفخانه افغان ژاپن پرداخت نشده. با این حال سرپرست وزارت صحت عامه اطمینان داد که ماشین کارمندان تا روز شنبه هفته آینده به حسابشان وایزر خواهد شد.
وی اما تاکید کرد که کارمندان سی پس از این نباید مصروف روند علمی باشند و خواستار حاضری دهی بهتر کارمندان این ژبخانه شده است. وزارت صحت عامه در این حال به مردم در راستای حل نیازمندان بیماری کووید 19 تعهد می‌دهد که شمار مبتلایان کرونا در کشور به 31,500 تن رسیده است. با سپاس از این که تا پایان ویدیو ما را همراهی کردید. برای دریافت بهترین ویدیوهای روز از افغانستان و جهان بیننده کانال خودتان رنگارنگ باشید. تا ویدیوی بعد، پدرود.